حالا دیگه هیچ وقت صدای تماشاگرانی که نادر امپراتور رو فریاد میکنن با جوابی مواجه نخواهد شد، چون دیگه نادری نیست تا به این علاقمندان خودش پاسخ بده. حالا با سوت رضا مهدوی بازی آغاز میشه. از کردم ساکت اتهامیان رو بزرگی نیمکت نیست به خاطر اخراجش در بازی مقابل پرسپولیس، و حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی در این بازی خواهد افتاد. همین اول کار یه ضربه رو زد سرمربیان خوب، ببینیم این موقعیت رو تک به تک با دروازه‌بان و دروازه باز نشد. جلالی راز رو هم دریبل زد محبی، اما ضربش به تیرک دروازه برخورد کرد. چه فوق‌العاده‌ای گرفته و حالا ببینیم که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد. رضا دهخانی در محوطه جریمه میتونه با پای چپ ضربه رو بزنه، ضربش جوندار نبود. پشت محوطه جریمه یه ضربه دیگه برمیگردونه نیازمند. رضا مهدوی، ارسال حسن نجفی روی دروازه و باز هم نفسگیر توپ بیرون رفت. یه ارسال تند و تیز و اونجا مدافعین نساجی اشتباهی، یه ضربه با پای چپ و توپ از اسماعیلی فر. یه پاس در عمق رسید به سروش رفیعی پشت محوطه جریمه روی پای چپش، اما ترجیح میده پاس بده با پای چپ. یه ضربه فوق‌العاده خوب اثر گذاشت جلالی را. آشتاسن بازگانان سپاهان توپ رو در اختیار میگیرن یه بار دیگه از راه دور، و این چه گلی بود که زد، این چه ضربه راه دوری بود که آج صفی زد، شلیک بی نقص از راه دور و دروازهی که باز شد. عرض کردم این کاپیتان کهنکار تیم ملی فوتبال کشورمون اگر اندک موقعیتی پیدا بکنه زهر خودش رو خواهد ریخت. ببینید یه بار دیگه همه شاید منتظر بودن که بخواد پاس بده احسان آش صفی، اما کنج دروازه نساجی رو هدف قرار داد و به این صورت چه کاتی گرفت توپش و جلالی رادم هر چقدر که با یک شیرجه بلند کش داد به بدنش نتونست به این توپ برسه، نتونست به این توپ برسه و نهایتا گل اول سپاهانی ها رو احسان آش صفی میزنه برای این تیم. یه بار دیگه سروش رفیعی تند و تیز درون محوطه جریمه و با یک شیجه بلند کارهای ترکیبی و کارهای تکنیکی خوبی رو هم در تیم میبینیم و عرض کردم بعد از اومدن ساکت الهامی این رشد کاملا دیده شده. ایوب کلانتری حالا تونست موثر باشه در ترکیب نساجی. از سمت چپ یه ضربه است نور افکن و چیزی نمونده بود تا گل دوم سپاهان به ثمر برسه و اونجا باز هم بازیکن نساجی علی آل کسی تک به تک کاملا کشید و اگر بخواد دست به جیب بشه باید کارت قرمز بده به نژاد مهدی. بله اخراج میشه مدافع سپاهان. یه حرکت فوق‌العاده، یه استارت بی‌نظیر اینجا با این ضربه سر ادین صورت پیراهن علی آل کسی رو کشید. خیلی واضح مرتبط میشه به این شوتی که حسن نجفی باید بزنه. حسن نجفی زمینی و دقیقا به جایی که پیام نیازمند بود. دید پیام نیازمند کور بود و اگر به زاویه میزد کار تموم بود. توپ رو ارسال بکنه، همچنان توپ در اختیار بازیکن نساجی. یه ضربه و باز هم نیازمند توپ رو دفع میکنه. هنوز موقعیت هست برای بازیکن نساجی درون محوطه جریمه. یه بار دیگه اعتقاد به پنالتی دارن بازیکن نساجی، اما یه ضد حمله درون محوطه جریمه اونجا بالاخره کنترل میکنن حسینی رو. باز هم همچنان سپاهانی ها صاحب توپ درون محوطه جریمه. یه موقعیت خطرناک، خب خطای بازیکن سپاهان رو گرفت رضا مهدوی. بقیه بازی رو ببینید چقدر خوب عوض کرد، چقدر خوب دید حسینی رو. یه ضربه فوق‌العاده، یه ضربه فوق‌العاده از اعتراض میکنه به رضا مهدوی. ارسال پشت محوطه جریمه نیازمند از دروازه بیرون اومده و یه ضربه دقیق میتونست دروازه رو باز بکنه. با اینکه در شروع راهه، اما مربی با دانش موقعیت برای نساجی و وای از این ضرباتی که در چارچوب نیست. باز هم زامهران از چپ یه استارت خوب، یه موقعیت، ببینیم میتونه توپ رو ارسال بکنه یا نه. موقعیت برای بازیکن نساجی و ضربه سر رو باز هم مدافعین سپاهان میزنن پشت محوطه جریمه. حالا تعداد بازیکنان نساجی هم زیاده، اما این ضربه ناامید کننده از ایوب کلانتری.
یه بار دیگه موقعیت در اون محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان نساجی و اونجا یه مهاجم نیست تا یه اثر روی توپ بذاره تا این ارسال زمینی و خوب رو کرده نساجی. باز هم زارعه، چقدر خوش تکنیک این علی زارعه، پشت محوطه جریمه یه موقعیت دیگه و طبق معمول توپ رو به در و دیوار میکوبن مهاجمین نساجی. این بار نوبت سجاد آقاییه که مونه چقابیز خلط بری، یه ضربه به تیر مخالف که ضربش با اختلاف بیرون رفت، اصلا قابل حذف نیست، فقط باید ارسال مستقیم که از سوت رضا مهدوی و پایان این دیدار و سه امتیاز شیرینی که ده نفره محرم نوید کیا به اصفهان میبره.